با توجه به مشکل تکلم متهم و خود اینکه خود ایشان هم دفاعیات چه در چند صفحه مکتوب کرده و محول کردن به آقای سعید شریعتی، از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرائت کنه. من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناسواب مرتکب خطاهای سهمگینی شدم که از آنها تبری میجویم، چون قطعا مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است. من به خاطر این تحلیل‌های ناسواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم. دوستان مطلعند که من از ابتدای تأسیس حزب مشارکت عضو شورای مرکزی آن بودم و در کنگره 11 این حزب نیز عضویت داشتم و شاید یکی از مراجع فکری و نظری پردازان این حزب به شمار بروم. از آنجا که نظرات و آراء من آثار خود را در مواضع حزب و به خصوص جزوه تأملات راهبردی به جای گذاشته و من در تأملات تنهایی خود آن را منافی و مغایر با مشی حضرت امام رحمت الله علیه و قانون اساسی و مرامنامه حزب یافتم و همین امر را موجب انحراف حزب به خصوص در ایام انتخابات اخیر می دانم، استعفای خود را از حزب مشارکت اعلام داشته و دیگر حزب را جایگاه مناسبی برای خود نمی بینم. من فقط به عنوان وکیل تعیینی آقای سعید حجاریان خدمتتون عرض می کنم که من دفاع قضایی می کنم از حقوق ایشون. موکل بنده اصولاً عملی که متضمن تبلیغ برخلاف اوامر و نواهی باشد انجام نداده. در مورد انتصاب جرم موضوع ماده 610 به موکل باید عرض کنم که اجتماعات موکل اصولاً برای تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی نبوده، چون این جرم دارای مصداق‌های خاصی هست، مثل مثلا محاربه، مثل طرح براندازی حکومت، مثل قیام مسلحانه، که اینا همش قصد اخافه و همچنین تجرید سلاح درش باید باشه.